درود به شما همراهان وفادار ایران در سرتاسر جهان. در این ویدیو گزارشی داریم از گروگانگیری مرگبار در شیراز. در ادامه خبری درباره اعلام هویت ایرانی الاصل فردی که در فرانسه به مردم حمله کرد و منجر به مرگ و زخمی شدن چند نفر شد، همراه با تصاویر این واقعه. همینطور خبر کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در سوریه و انکار حکومت جمهوری اسلامی از دخالت نظامی در سوریه. و در پایان گزارشی از نگرانی از حمله مجدد یک گروه سایبری جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های مهم شهری در آمریکا. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. در چند هفته اخیر شیراز روزهای پرحادثه‌ای رو پشت سر گذاشت، از جمله وقوع گروگانگیری مرگبار که در خیابون خبرنگار در این شهر رخ داد. در جریان این حادثه دو نفر گروگان گرفته شدند که یکی از گروگان‌ها قبل از رسیدن پلیس به دست آدمرباها کشته شد و گروگان دوم هم بعد از ورود تیم‌های عملیاتی پلیس نجات پیدا کرد. در جریان عملیات نجات پلیس یکی از گروگانگیرها هم کشته شد. روحام بخش حبیبی رئیس پلیس فارس در تشریح جزئیات این گروگانگیری گفت حوالی ساعت 11 ظهر در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر اعلام گروگانگیری، پلیس در جریان روبوده شدن یک دختر و پسر قرار گرفت. به گفته رئیس پلیس فارس، با ورود تیم‌های عملیاتی رهایی گروگان، مامورا موفق به نجات گروگان خانم و دستگیری یکی از گروگانگیرها شدند. اما در جریان این عملیات یکی از گروگانگیرها با شلیک پلیس کشته شد. متأسفانه گروگان پسر هم قبل از رسیدن پلیس به دست آدمرباها کشته شده بود. من سردار حبیبی هم که با تو مست کردم یه نفراتی این آیه یه چند نفر دنبال گرفتن یه خانم با یه دخترش بودن، پیداش نکردن. توی پیجش عکس دختر شما رو میبینن با یه آقای دیگه، به یه بهانه او دوتا رو میارن سر قرار. اینها فکر میکردن دختر است، به جای او دختر شما رو گروگان میگیرن با او یکی او یه نفر. ما هم جاده ها رو بچه های ما بستن، ما از بالا و پایین راشون رو بستیم. تو در پایین در شرجه نزدیک بلحیات درگیر شدیم. یه نفر از افرادی که او بچه‌ای که همراهی بوده، همین دخترت هم میگه، اسلحه رو که برگردون اون نفر زد، اون بنده خدا رحمت خدا. ما تو تنگه بلایا دیگه درگیری مسلحانه شدیم، باش تیراندازی شد، یه نفرشو به هلاکت رسوندیم، نفر دومو زنده دستگیر کردیم، زخمی هم مثلا تو را داره میاد. دختر شما هم سعی سالم، فقط لحظه اولی که اومدن بگیرن دختر عزیزمون رو با همین اسلحه به سرش زدن، سر زخمی شد که الان هم گفتم پزشک اومده برای معاینه اش. بعد نه اینجا ببرش همینجا، اول پانسمانش رو بس کن. ساده باشه. خودمون صاحب کنه. باشه. الان تو خیالت راحت شد؟ ایمان سلام. درفتیم میگیرم. گفتم بد نگران نباش. بذار جان. به زور منو گرفتن بردن. که دیگه وسطای پلیس راه که متوجه شده بودن همینجوری تیراندازی میکردن که آقا دستش پر خورد. خورد به نفر گروگانگیری دومی که کنارشون نشسته بود، تیر از این ورش خورد، از پشت کمرشون در اومد و اونجا نگه رسیدن ما رو به زور میجا. خب شما چند نفر بودن؟ چجوری شما رو به شما رسیدن؟ چیکار چی بهتون گفتن؟ سه نفر بودن. اول چون من در رو محکم گرفته بودن نمیذاشتن من رو ببرن، یه زورش به من نمیرسه، اون یکی پیاده شد با ته کل زد توی سرم، اونجای سرم و پشت سرم. پشت سرم خیلی خون ریزی داره، چجا بایستادم که من خونا رو بشورم که مشخص نباشه، اما همچنان خون ریزی داشت. چی بهت گفتن اولش؟ یکیشون گفتن مامورم، به زور سوار شو، ماسک داشت ندیدمش، مامور رابطه. آره و منم میدونستم که مامور نیستم، به همینجوری محکم در گرفته بودم و جیبادار میکردم کمک میخواستم توی شهر. خب کسی کمکتون نیمد؟ مردم اومدن، اما خب اینو سری منو به زور سوار کردن و رفتن. چند نفر بودن؟ سه نفر.
سر هر چه رفتن به طرف تنگ ابوالحیات. باید میرفتم طرف استانی که مد نظرشونه. پسی بعدی خدا می‌خواستم ببرن اونجا. یکی از استانهای جنوبی بود، داشتن می‌بردن طرف استان جنوبیشون که اینها رو نگه دارن بیان دنبال اون دو نفری که هستن. ماجرا سر چی بود؟ چرا به شما این آقا دخترشون دوست من بوده و دوستم و مادرشون فرار میکنن. این آقا از من فقط یه اسم داشته که میدونسته حالا من دوست دخترشون هستم. با وجود همین اسم گشته با پیج فیک اومده بودن توی پیج من و به عنوان دختر با من قرار گذاشتن که منو بگیرن، که وادار کنن که زنگ بزنم به دخترشون و دخترشون رو پیدا کنن. آه، دخترشون از خونه بیرون زده بوده. دخترشون و مادرشون با هم فرار کردن. تلویزیون فرانسوی BFM اطلاعات تازه‌ای درباره گزار به حمله مرگبار پاریس منتشر کرد. این فرد با نام آرماند آر و با اسم اصلی آرماند رجب‌پور میان دو آب یک جوان 26 ساله فرانسوی ایرانیه که در سال 1997 در حومه پاریس از پدر و مادر ایرانی متولد شد و قبلا هم سابقه اختلالات روانی و علائم روانپریشی داشته. این مهاجم قبلا در ژوئیه سال 2016 هم به دلیل اقدام خشونت‌آمیز در منطقه اطراف پاریس دستگیر شده و به اتهام توطئه تروریستی به 5 سال زندان محکوم شد. در زندان تحت درمانهای روانپزشکی قرار گرفت و درمانش تا بعد از آزادی هم ادامه داشت. اما با وجود شرایط وخیم روانی در تابستون 2022 مصرف داروهاشو خودسرانه متوقف کرده. به گفته پلیس پاریس این مهاجم قبل از دستگیری فریاد الله اکبر سر داده و به مردم حمله کرده. ظاهرا به دلیل جنگ غزه و شرایط کنونی خاورمیانه و با پس زمینه اختلالات روانپزشکی دست به این حمله زده. آرماند بعد از دستگیری گفته دیگه نمیتونه تحمل کنه که مسلمونا در افغانستان و فلسطین در حال مرگن. بعد از این گزارش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از لحظه بازداشت این فرد منتشر شد. در این ویدیو ضارب در مرکز شهر پاریس به گردشگرها با چاقو حمله میکنه. به دنبال این حمله متاسفانه یک گردشگر 24 ساله آلمانی کشته و 2 نفر مجروح شدن. آرماند قبلا هم به دلیل ارتباط با گروه‌های اسلامگرای افراطی و ابتلا به اختلالات شدید روانی تحت نظر سرویس امنیت داخلی فرانسه قرار داشت. دولت آلمان حمله با چاقو به یک گردشگر آلمانی در پاریس را محکوم کرد و خواستار پیگیری فوری شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن 2 نفر از اعضای این نیروی نظامی حکومت جمهوری اسلامی در سوریه خبر داد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد گفت محمد علی عطایی شورچه و پناه تقی‌زاده در حین انجام مأموریت مستشاری در جبهه مقاومت اسلامی سوریه به دست دشخیمان قاسب صهیونیستی کشته شدند. در این اطلاعیه به زمان و محل دقیق کشته شدن این دو عضو سپاه پاسداران اشاره نشده و به جزئیات بیشتری در این مورد هم پرداخته نشد. ناگفته نمونه که حکومت جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات مردم سوریه و سپس شروع جنگ داخلی در این کشور حمایت گسترده نظامی و مالی از حکومت بشار اسد را آغاز کرد. در این ارتباط اعزام فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران به سوریه و همینطور تشکیل لشکر فاطمیون از کسانی که داوطلبین از کشور افغانستان نامیده شده و اعزام اونها به سوریه انتقاد گسترده کشورهای عربی و غربی را به همراه داشت. اما جمهوری اسلامی با بکار بردن واژه مستشار بارها مدعی شده که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در عملیات نظامی سوریه مشارکتی ندارند، در حالی که چند ساله که نیروهای سپاه پاسداران به ویژه لشکر فاطمیون و سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی در میدانهای نبرد در سوریه حضور داشتند و افراد کشته شده این نیروها در جنگهای داخلی سوریه به عنوان شهید در ایران تشییع شدند. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی علارغم انکار دخالت نظامی مستقیم در سوریه با وجود این شواهد انکارناپذیر به عنوان متحد بشار اسد در سرکوب و کشتار مردم اون کشور همیشه مورد اتهام و انتقاده. مقامات امنیتی سایبری ایالات متحده اعلام کردند که گروه هکری انتقام جویان سایبری که قبلاً زیرساخت‌های محلی توزیع آب در آمریکا را هک کرده بود، قصد دارد تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار بده. شبکه CBS در گزارشی به نقل از سازمان آب شهری ایالات پنسیلوانیا آمریکا اعلام کرد که این گروه سایبری تحت حمایت جمهوری اسلامی یکی از ایستگاه‌های تقویت کننده این سازمان را هک کرده. همینطور رادیو ملی آمریکا به نقل از مقامات آژانس امنیتی سایبری
و امنیت زیرساخت‌ها در آمریکا نوشت که این هکرها هر جایی که هک کردن پیام مشترکی با این مضمون به جا گذاشته و نوشتن شما هک شده اید، مرگ بر اسرائیل. به نظر میرسه گروه انتقام‌جویان سایبری در این رشته حملات عمدتاً تجهیزاتی رو هدف قرار میده که در اسرائیل ساخته شدن. به گزارش عرب نیوز، این هکرها با آگاهی از ضعف‌های امنیتی سایبری به این دستگاه‌ها دسترسی پیدا کردند. از طرفی تحلیلگرای حوزه سایبری در مورد حمله احتمالی این گروه هکری به بیمارستان‌ها که میتونه به یک فاجعه منطقه‌ای منجر بشه، هشدار دادن. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفاً نظرتون رو در کامنت بنویسید و این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بگذارید.